سلام، امروز سه‌شنبه است، مارچ 2020 میلادی است. یلدا بکتاش هستم با برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. خوش آمدین. در برنامه امشب همکارم لینا روزبه از برابر امارت کانگرس امریکا در برنامه با ماست. واکنش وزارت خارجه و دفاع امریکا را در قبال تحولات اخیر در افغانستان دنبال کرده. آقای تامس وست، مشاور سابق جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور امریکا در استودیو با ماست. با ایشان پیامدهای توافق امریکا با طالبان را بحث میکنیم و همکارم سید سلیمان آشنا در برنامه با ما خواهد بود. و از سه‌شنبه بزرگ، روزی که 14 ایالت در امریکا به پای صندوق‌های رای میرن، با ما صحبت خواهند کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز در سفر به ننگرهار طالبان مسلح را مخاطب قرار داده و گفت که از پاکستان خارج شوند و حکومت افغانستان بعد از خروج آنها از پاکستان با آنان صلح میکند. و امروز با شماری از اعضای کابینش به جلال‌آباد سفر نموده بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به گونه پیشر به طالبان مسلح از آنها خواستار بیرون شدن از خاک پاکستان شد. رئیس جمهور میگوید که تنها شرایط طالبان قابل قبول نیست، بلکه حکومت افغانستانی شرایط خود را دارد. وی همچنان به اشاره به توافق صلح بین ایالات متحده ای امریکا و طالبان مسلح، کشتن نیروهای افغان و مردم ملکی را جرم عنوان کرد. وی از طالبان مسلح خواستار تدبیر جرگه های صلح و رقابت های مثبت شد. وقتی چی مذاکرات تو که نه، وقتی چی روغه کوی یو خو هر شی نه بولی دا یو کا پس دو دست نو که په بریان باندې کې دا شک نه کې چې نو فلم شي نه موږ شک نه لرو. ما ته دی وای سو وخت نه پاکستان نه وسی. آقای غنی همچنان گفت که وای در حق افغانستان و مردم انعطاف پذیری و معامله نمی کند. رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته و کابینه آیندهش کابینه سیاسی خواهد بود. وی همچنان افزود که با معینان وزارتخانه ها و والیان ولایات بزرگ صلاحیت های بیشتری واگذار می کند. افغانستان پر گرد که لمانه دیتو این اتاف نگول تاسی ده اقرار کوی سیزی تاسی خوبانی معامله بود. مقامات محلی افغان در ننگرهار به رئیس جمهور غنی مشکلاتشان را پیش کرده خواستار حل آن شدند. هوایی میدان ننگرهار به طول گفتنه را تعلیمی نظام زمین بیر خراب نسید. وست من مزدر کسا پا معرف که کم بود رو. منزه زر معلیمی. چه سب کسا پا یوستم که اینو لکیتیت بسر کنید. هنگام سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و جاده های داخل شهر بروی شهروندان مسدود بودند. بس پیرامون تحولات اخیر مربوط به مذاکرات صلح، از جمله واکنش حکومت افغانستان و اعلام آغاز حملات طالبان علیه نیروهای افغان، رهای زندانیان طالبان و همچنان آمادگی حکومت افغانستان برای مذاکرات بین الافغانی افغانی. خانم دورانی جاوید، وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، از استودیوی کابل مهمان برنامه ما هستند. خانم دورانی سلام، تشکر از وقتتان و حضورتان در برنامه. یک تیم از طرف افغانستان هنوز هم منتظر دیدار با طالبان در قطر هستند. آیا طرح و برنامه برای رهایی 5000 زندانی طالبان قبل از 10 مارچ وجود داره؟ سلام عرض می کنم به شما خانم بکتاش. دو موضوعی را که شما یاد کردین در قسمت جواب سوال اولتان باید بگویم تیم تماسی که به اونجا رفته است روی چگونگی ساختن آجندا برای شروع مذاکرات که در آینده میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز خواهد گردید، صحبت خواهند نمود. و در جواب قسمت دوم سوالتان در مورد رهایی زندانیان، خانم بکتاش، موضوع رهایی زندانیان یک موضوع ساده و آسان نیست، بلکه قبل از این موضوعات بسیار زیاده است که در این مورد در نظر گرفته شود. ببینین اگر ما رهایی زندانیان را از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ تکنیکی مورد بحث قرار بدهیم، میبینیم که از لحاظ سیاسی این زندانیان مجرمین ساده نیستند و کسانی نیستند که مرتکب
جرایم بسیار ساده ای شده باشند، بلکه اینها کسانی هستند که دستهایشان به خون مردم افغانستان آغشته است و مردم افغانستان از اینها متضرر گردیدند. بناهن حق رهایی زندانیان را هیچ کس ندارد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مردم افغانستان در این مورد پاسخگو می باشد. بناهن ای از لحاظ سیاسی هم یک موضوع آسان نیست و از لحاظ تکنیکی هم پذیر نیست. درست است؟ بله. شما تایید میکنین خانم بکتاش؟ خانم بکتاش، بله. میبخشینم یک قسمت دیگر هم برتون بگویم که از لحاظ تکنیکی هم چون بررسی 5000 قضیه زندانی تا 10 مارچ یک موضوع غیر ممکن است و این امکان ندارد. بسیار. البته این موضوع به صفت پیش شرط مورد قبول نمی باشد، اما یک بخشی از آجنده خواهد بود. بسیار خوب. خب تا تاریخ تعیین شده مذاکرات بین الافغانی فقط 7 روز مانده، در حالی که تاریخ 9 مارچ هم برای مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی تعیین شده. آیا حکومت افغانستان فهرست هیئت به حال مذاکره کننده با طالبان را نهایی کرده؟ و در ضمن بخش دوم سوال، تنش با تیم ثبات همگرایی در چه وضعیت است؟ آیا هیچ نوع سازش پیشنهاد شده؟ آیا مذاکره صورت گرفته؟ خب باز هم در جواب قسمت اول سوالتان، آمادگی ها گرفته شده و این تحلیف به وقت معینش که گفته شده به مو وقت برگزار خواهد شد. و در قسمت دوم سوالتان باید بگویم که رئیس جمهور افغانستان به اساس رئیس جمهور منتخب افغانستان به اساس رأی شفاف و مستقیم مردم افغانستان تعیین گردیده و فکر میکنم که در این مورد شاید جای باقی نمانده باشه. خب پس از تیم مذاکره کننده نگفتین، آیا نهایی شده به زودی اسامی اعلام بشه؟ بله بله میبخشین. بله بسیار میبخشین. در قسمت تیم مذاکره کننده هم باید برتان بگویم که چون این تیم خواهد بود که از تمام مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد و از جمهوری اسلامی افغانستان اونجا صحبت خواهد نمود، بناهن کار روی از این تیم جریان داره و ما میخواهیم که در این موضوع بسیار به دقت به پیش برویم، به خاطر که موضوع صلح افغانستان یک موضوع پیچیده است و به بسیار دقت ضرورت دارد. بله. و ما میخواهیم که تیمی باشه که هم مسلکی باشد و هم نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکند. تا زمانی که تعیین گردیده است انشاءالله این تیم تشکیل خواهد شد. خانم وزیری، شما گفتین که مذاکرات در تاریخ 10 به هر حال برگزار خواهد شد، میشه لطف کنین و بگوین که در کجا قرار است برگزار شود؟ خب این موضوعی است که بعداً باز روی ازی صحبت خواهیم کرد، فعلا در این مرحله قرار داریم که ما روی تشکیل تیم کار میکنیم. و تایید میکنین که حتما در تاریخ ذکر شده قرار هست که به هر حال حکومت افغانستان هیئتش با طالبان گفتگو بکنن، درست؟ خب ما تا او زمان هیئت خود تشکیل میدهیم و انشاءالله که در او وقت تمام موضوعات هم روی منوال یاد شده به پیش برود. بسیار خوب. خب خانم وزیری، گزارش شده که آقای خلیلزاد برای میانجیگری میان آقای غنی و عبدالله به کابل آمده. اول بفرمایید بگویید که آیا این خبر تایید شده یا خیر؟ خب ما باید برتون بگویم که خانم بکتاش، ما خود سخنگوی آقای خلیلزاد نیستم. شما میتونین که این موضوع کابل هستن یا نه؟ از سخنگوی و از بله. این موضوع هم با ما مربوط نمیشه، چون اونا یک کس هستن که از جمله هیئت امریکایی هستن و اینجا میاین، میشه که سوال از مراجع مربوطه سوال کنه. بسیار خوب، تشکر از شما خانم وزیری از اینکه وقتتون در اختیار برنامه قرار دادین و دیدگاه حکومت افغانستان در قبال تحولات اخیر با ما در میان گذاشتین. وقتتان خوش. خب برای بحث پیرامون پیامدهای به هر حال توافق میان ایالات متحده و بله، خب پیش از اینکه البته با مهمان ما در استودیو بپردازیم، همکارم لینا روزبه از مقابل امارت کانگرس با ما هستند و خبرهای مهمتر را دنبال کردند. مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا میگویند که عملکرد طالبان را از نزدیک تحت نظارت دارند و موافقه آمریکا با طالبان مشروط است. وزیر دفاع و لایدرسیز عمومی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک روی آغاز روند خروج از ساکر آمریکا و تغییر در سطح خشونت در افغانستان صحبت کردند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روی حمایت آمریکا از حقوق زنان در پروسه مصالحه با طالبان تاکید کرده.
شرح بیشتر از همکارم خانم لینا روزبه میشنویم که در برنامه ما ماست. لینا جان خسته نباشین. آقای اسپر و جنرال میلی روی کدام موضوعات تاکید کردند و وزارت خارجه آمریکا چه جزئیاتی را از موافقه آمریکا با طالبان به شما ارائه کرد؟ دیروز یک روز بسیار مهمی در قبال ارائه نظریات از جانب مقامات نظامی دفاعی آمریکا بود و برخن این دلیلش همی است که نظریات از افغانستان روی موافقه که بیشتر نگرانی برانگیز است منتشر شده. آقای اسپر و جنرال ملر در کنفرانس مطبوعاتی در وزارت دفاع تاکید کردند که رساندن خشونت به صفر در افغانستان یک توقع غیر مترقبه و غیر ممکن است، ولی تنزیل خشونت را امیدوار هستند صورت بگیره و اینا روی همچنان آغاز پروسه خروج عساکر آمریکا از او کشور تاکید کردند، ولی همچنان بیان داشتند که موافقت نامه آمریکا با طالبان مشروط است. یعنی این موافقه به این معنا نیست که به طالبان آزادی عام و تام در انجام هر کار داده شود، بلکه آمریکا نظارت دقیقی را بر آنچه طالبان روی دست خواهد گرفت خواهد داشت و اگر آنها به تعهد و شرایطی که با آمریکا روی از او به موافقه رسیدن پابند نباشند، آمریکا از موافقه خارج میشه. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در صحبتی که من با او داشتم تاکید کرد که آقای پامپئو یا وزیر خارجه آمریکا مکررا در هر صحبت و نشستی که روی پروسه صلح داشته از حمایت از حقوق و دستاورد زنان افغان رویش تاکید کرده و ای که در میز مذاکرات با طالبان باید زنان افغان، باید جامعه مدنی، باید حکومت افغانستان در او حاضر باشند. بران هیچ گونه بی‌توجهی به حقوق زنان طبق گزارش‌هایی که ما دیروز داشتیم زنان افغان ابراز نگرانی کرده بودند، با حقوق و دستاورد زنان نباید صورت بگیره. ولی تنها موضوعی را که این مقامات ارشد هر سه به او نپرداختن موضوع رهایی زندانیان طالب است، تقاضایی که مکررن طالبان از زمان امضای موافقتنامه خود با آمریکا از آمریکا البته کردن، حکومت افغانستان مکررن او را رد کرده، ولی مقامات به نوع مستقیما پاسخ ارائه نکردند که آیا تن به این تقاضای طالبان قبل از رفتن به دور مذاکرات افغان خواهند داد یا خیر. شرح بیشتر گفته‌های مقامات را در این گزارش دنبال کنید. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در وزارت دفاع آمریکا بر روز دوشنبه با جنرال مارک میلی لیدر استیز آمریکا حضور یافت و هر دو مقام ارشد نظامی دفاعی آمریکا تاکید کردند که آنها انتظار کاهش خشونت در افغانستان را دارند. این یک قدم مهم به سمت راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان می باشد و من این موضوع را به شرکای افغان خود تکرار می کنم که این یک موافقت مشروط است و ما بر فعالیت های طالبان از نزدیک نظارت می کنیم تا ببینیم که آیا آنها به تعهدات خود پابند باقی خواهد ماند یا خیر. از سوی دیگر روز گذشته به نقل قول از ذبیح الله مجاهد سخنگوی ادعای شده طالبان، برخی از رسانه ها به شمول اسوسییتد پرس گزارش داده بودند که طالبان بر مبنای موافقه با ایالات متحده و نیروهای بین المللی حمله نمی کنند، ولی عملیات طالبان علیه نیروهای اداره کابل ادامه خواهد یافت. جنرال مارک میلی نیز محتاطانه روی کاهش خشونت در افغانستان صحبت کرد. من به همه محتاطانه یادآور می شوم که خشونت در افغانستان کاملا ختم نمی شود. این قدم جدی به سمت آن است و این موافقت به مذاکرات بین الافغانی منتهی خواهد شد که نهایتا به موافقت صلح خواهد انجامید. مورگن اورتیگاز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این نظریه ذبیح الله مجاهد گفت که این نظریه موثق نیست. ما فکر نمی کنیم که این نظریه موثق است. تیم ما در محل با سخنگوی طالبان صحبت کرده است. به شکل تکنیکی درست است که ما داخل یک مرحله تازه میشیم. ما دوره کاهش خشونت را داشتیم که شنبه خاتمه یافت، بنابراین فکر می کنیم که گزارش های مطبوعات اشتباه است. اورتگاز همچنین در مورد موجودیت دو ماده محرمانه در موافقه آمریکا با طالبان بیان داشت که این یک امر عادی در برخی از توافق هاست. این کاملا عادی است و همیشه اتفاق می افتد، چرا که این بخش های محرمانه روی موضوعات بررسی و حسابدهی می باشد که وزارت دفاع باید به آن رجوع کند. این معلومات با کانگرس در میان گذاشته شده، ولی نیاز نیست که مردم آمریکا در مورد آن بدانند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی از زنان در افغانستان که در حراس از دست دادن دستاوردهای خود و معامله با حقوق خود در مصالحه با طالبان هستند تاکید کرد که آمریکا به این موضوعات اهمیت می‌دهد.
هر باری که آقای پامپیو در مورد صلح با طالبان صحبت کرد، او در مورد حقوق زنان نیز صحبت کرد و در مورد اینکه طالبان باید با حکومت افغانستان، زنان و جامعه مدنی بنشینند تا ما مطمئن شویم که تمام صداها در نشست بین الافغانی شنیده شده و این برای ما و مردم افغانستان به نهایت مهم است. موضوع عمده دیگر شرط تازه طالبان برای رهایی حدود 5000 محبوس طالب است که تاکنون آن را حکومت افغانستان رد کرده، ولی مقامات آمریکا پاسخ واضح و سریع را به آن ارائه ندادند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. بر بحث برامون پیامدهای توافق میان ایالات متحده و طالبان و همچنان آینده مذاکرات بین الافغانی، محترم تامس وست، مشاور سابق جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا در استودیو مهمان برنامه ما هستند. آقای وست، تشکر از اینکه وقتتان در اختیار برنامه قرار دادین. خوش آمدین به برنامه. خب، منابع نزدیک به مذاکرات صلح افغانستان میگن که تعهد ایالات متحده در توافق با طالبان داده مبنی بر رهایی 5000 زندانی طالبان به نوع افزایش تنش بین طالبان و حکومت افغانستان را دامن زده. به نظرتان آیا چنین اختلاف میتونه روند مذاکرات صلح افغانستان را به مخاطره بندازه؟ I think for those of us in the foreign policy community, برای کسایی که در اجتماع رابط خارجی ایالات متحده کار میکنه، ما ایره از قبل میفهمیدیم که ایالات متحده و طالبا در مورد آزادی زندانیا صحبت میکردن و برای یک مدت طولانی، و ما ایره میفهمیدیم که طالبا یک درخواست بسیار جدی به خاطر آزادی زندانیان خود پیش از برگزاری مذاکرات بین الافغانی داشتن و یه چیز تعجب آور نیست. اما فکر میکنم که موقعیت گیری رئیس جمهور غنی به خاطر در نگه داشتن حق آزادی طالبا برای خودش بسیار بجا هست، بخاطر از اینکه بزرگترین دستاورد است که میتونن در مقابل طالبا در مذاکره، در میز مذاکره استفاده کنن و حقش است که از این استفاده کنن بخاطر مذاکره با طالب و یا هم تعامل. از چیز دیگه که اگر شما به خود توافق دقت بکنین و مستقیما لسان توافق مطالعه کنین، من یک تجربه بسیار بزرگ از کار کردن با حکومت ایالات متحده در مذاکرات داشتیم. مفتخر هستم که ما در کار انجام توافق دو جانبه بین افغانستان و ایالات متحده نقش مهم داشتم. در وقت بین حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحده کار میکردم، در وقت با قانونگذاران آمریکایی صحبت میکردم. ما کلمات را که در اینجا انتخاب میکنیم بسیار مهم است. ما در این قرارداد وقتی میبینیم گفته شده که ایالات متحده تعهد میکنه که به خاطر آزادی زندانیان طالبان با هر طرف کار میکنه، این کدام توافق تعهدی از جانب ایالات متحده به خاطر ای که گویا به گونه ثقه طالبان را آزاد میکنه نیست، فقط گفته شده که با جوانب در زمینه تعامل و یا همکاری میکنن. خب، از طرف هم وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس بر روز شنبه گفت که دو بخش در این توافق وجود داره که محرمانه است و گفتن که خب به هر حال به چین نمیرسه، به دید آمن نمیرسه. چرا این دو بخش محرمانه است و چه چیزی درباره این دو بخش به نظرتان نگران کننده است؟ من فکر میکنم که در بسیاری از مذاکرات که بین جنگ ها طرف های درگیر صورت میگیره، بسیاری از موارد مخفی باقی مانده میشه و این تعجب آور نیست، بخاطر از اینکه ما این مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده را بر بسیار زمان طولانی تعقیب کردیم و میفهمیم هم که این توافق میتونه بسیار زود از هم بپاشه و چون جنگجوهای بسیار زیاد طالبا در افغانستان ممکن راضی به صلح نیست، ولی فکر میکنیم که بعض چیزها در این توافق باید مخفی نگاه داشته میشد تا یک جایی گروه طالبا هم حفظ شد و همچنان بسیاری چیزهایی هست که در اینجا گروه های دهشت افغانی در افغانستان هستن و ما نمیفهمیم کجا و نمیفهمیم کدام جنگجوی طالبا با اونا چی گونه در زمان های گذشته تا حال رابطه قدم کرده. در کنر که من بودم، در کنر جایی که من بودم، معلوم میشه که در غازی آبادی ولایت القاعده به گونه گسترده حضور داشته و فعالیت بوده و بسیار مشکل است که طالبا بتونن رابط خود با اون گروه های تروریستی مثل القاعده در این مناطق
اساسی از بین ببره. ما فکر میکنم که موجودیت حواشی مخفی در اطراف توافق نگرانی برانگیز است، اما چیزی نیست که ما او را بگویم تعجب آور است. خب برگردیم به مسائل افغانستان و پاکستان. وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت که به جای دخیل ساختن امریکا، اگر ملاحظه هم بین پاکستان و افغانستان هست، بهتر است که بین دو طرف حل شود. در حالی است که در متن توافقنامه امریکا به نوع متحد شده که تسهیل کننده به حال گفتگوهای بین پاکستان و افغانستان باشه، و در خب در بخش از این توافق هم آمده که در بخش اول زمینه چهارمش آمده که تسهیل کننده گفتگو بین اسلام آباد و کابل است، و همچنان گفته که پاکستان باید تمهیداتی را در نظر بگیره که هیچ نوع تهدیدی از داخل خاک افغانستان و پاکستان علیه دو کشور نباشه. چرا پاکستان میانجیگری امریکا را در شرایطی که توافق امضا شده نمیپذیره؟ ثبات افغانستان یک مسئله مرکزی، یک بحث مرکزی بین ایالات متحده و پاکستان بوده، نه بر سالها بلکه بر دهها. ما همیشه صحبت های خود به خاطر ای که ثبات در افغانستان به منافع ما است ادامه دادیم و ایره ادامه خواهیم داد. اما بیاین که ببینیم در زمان جنگ شوروی در افغانستان، در اون زمان یک رابطه بسیار قوی بین پاکستان و ایالات متحده وجود داشت تا حمایت از مجاهدین به خاطر بیرون ساختن روسا از افغانستان ترقی بده. ما در اون وقت در اسلام آباد زندگی میکردم، در سال 2006 در سفارت ما در اونجا کار کردیم. در اون زمان افغانستان دهشت افغان ها در جنوب وزیرستان در اون وقت با یک بحث بسیار بزرگ بود با حکومت بی‌نظیر بوتو، و بحث کلان همین بود که در آینده رابطه بین دو کشور حیاتی بود. من فکر میکنم که تعجب آور نیست که پاکستان میخواهد که با مسائل خود تنها بین دو کشور عمل بکنه. مهم ایست که ما ببینیم که چیگونه میتونه دخالت ایالات متحده در بین دو کشور موفقانه باشه. در گذشته ایالات متحده کوشش کرده که رهبری های هر دو کشور را برای یک میز بیاره، مثلا حامد کرزی و خانواده بوتو. ایالات متحده تلاش کرد تا اینا را سر به سر و یا هم رو در رو در میز مذاکره بکشانه تا بتونن راه حل را جویا شوند، ولی تا حال این تلاش ها مفید و یا هم مؤثر واقع نشده. ببینیم چی میشه. آقای وستال، که توافق به امضا رسیده و ما جزئیاتش هم میدانیم، همچنان موضع حکومت افغانستان هم میدانیم و عزم رئیس جمهور ترامپ در قبال آوردن نیروهای آمریکایی به آمریکا، خارج ساختنشان از افغانستان میدانیم. به نظرتان آیا یک توافق خوب بود؟ I think it is too early to say. من فکر میکنم که بسیار وقت است که یک توافق خوب یا بد بود. برای ما و برای هر کس دیگه در واشنگتن که در مورد افغانستان احساس دارن و میخواین که اساکر امریکایی برگردن و میخواین که افغان ها دیگه از درد و شکنجه بیرون شوند، ما سوالات بزرگ داریم. یکی از بزرگترین سوالات ما ایست که طالبا بر ما در دوحه میگه که اونا آرزو ندارن تا یک جنگ داخلی دیگر آغاز بکنن و یا هم کابل را تسخیر بکنن. من فکر نمیکنم، نمیفهم که حقیقت باشه. و اگر طالبا در واقع میخواین که از درسای گذشته بیاموزن و دیگه جنگ داخلی را باعث نشن، پس اونا باید یک مذاکره خوب با حکومت افغانستان به خاطر تسهیل و تشکیل یک قانون اساسی همه فرا داشته باشه. و فکر میکنم که یک آغاز روند میتونه باشه و این کار خوب میباشه. اما اگر در ماهای آینده شما طالبا رو ببینین که از میز دور میشن و کوشش میکنن که لشکرگاه رو بگیرن یا قندها رو بگیرن یا شهرهای دیگر رو بگیرن، پس ما براتون میگم که این توافق هیچ مؤثریت نداشته. و سوال بزرگ دیگه که داره و قانونگذاران امریکایی در ایالات متحده ممکن بکنه ایست که شرایط ما چی است برای خروج اساکر امریکایی از 8600 تا به صفر. یعنی مهمترین بحثی است. طالبان در مورد از این صحبت نکرده. آیا ما میخواییم ببینیم که طالبان باید در مذاکرات داخل شوند
یا ایست که برای ساختن اعتماد باید طالبا ادامه بدن به کاهش خشونت؟ یس ما بله ما ایره میخواییم و روند دیگی مراتب دیگی روندی است که تیم های مذاکره کننده باید انجام شون و اونا صحبت بکنن و این شرایط رویش بحث دقیق جدی نشده و من امید میکنم که این جنگ پس به دامان نیروهای افغان برنگرده و اونا طالبان تصمیم نگیرن که جنگ با نیروهای افغان ادامه بتن. آقای بست یک جان سپاس از اینکه در استودیو آمدین و وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادین. تشکر از شما. زنده باشید. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامع. برنامه را با گزارش از افغانستان ادامه می دهم. شورای امنیت ملی آن کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تصمیم گرفته است تا آغاز سال آموزشی در ولایت هرات به تعویق بیفتد. وزارت صحت عامه افغانستان با اظهار نگرانی از گسترش ویروس کرونا میگوید که مرز میان ایران و افغانستان را از ناگزیری برای شهروندانش باز گذاشته است. با توجه به گسترش ویروس کرونا در ایران تاکنون یک مورد مثبت این ویروس در افغانستان تایید شده است، اما شماری از کشورها مرزهایشان را برای افغانستان بستند. در کنار این منابع به صدای آمریکا میگویند که شایعات و بسته بودن مرزها بر تجارت این کشور نیز اثر گذاشته است. خبرنگار ما جلال میرزا در این باره گزارش میدهد. رئیس جمهور ترامپ میگوید نیاز نیست که حالت اضطراری در آمریکا به خاطر شیوع ویروس کرونا اعلام گردد. این در حال است که رقم افراد هلاک شده از ویروس کرونا در ایالات متحده به 6 نفر رسید. ترامپ در راهپیمایی در کارولینای شمالی در مورد آمادگی های اداره اش برای مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد و گفت: اداره من در تاریخ معاصر برای مراقبت از جان آمریکایی ها در برابر ویروس کرونا اقدامات شدید اتخاذ کرده است. شما در مورد همه چیز می دانید و با وجود وضع محدودیت های سفر وضعیت بدتر شده است. امروز ما با شرکت های بزرگ دواسازی ملاقات کردیم و آنها واقعا بسیار زیرکانه و سخت کار می کنند. ملاقات با این شرکت ها عالی بود و آنها واکسین می سازند. در جمله 6 نفر تلف شده در ایالات متحده، یک مرد مسن در ایالت واشنگتن نیز شامل است و 100 قضیه افراد مبتلا به ویروس کرونا دیگر تایید شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ گفت: ما 43 قضیه داخلی ویروس کرونا داریم. 48 قضیه کسانی را داریم که به آمریکا برگشتند. از میان قضایای داخلی 29 قضیه در ایالت کالیفرنیا و باقی در ایالت واشنگتن ثبت شدند. بحث های ویروس کرونا در نشست رهبران 7 کشور پیشرفته G7 در زمان صورت می‌گیرد که رئیس جمهور کره جنوبی خواهان کمک مالی برای تهیه وسایل طبی و کمک به تجارت های کوچک در کشور شده است. کره جنوبی بعد از چین با رقم بالای 5000 قضیه ویروس کرونا درگیر است. ایران کشور دیگر است که افراد با سفر به آن کشور باعث شیوع ویروس کرونا شدند. سازمان صحت جهان برای همکاری با کارمندان صحی به ایران سفر کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فرستادن لوازم طبی به ایران تعهد کردند. در چین رقم قضایای افراد مبتلا به ویروس کاهش یافته و 125 قضیه جدید روز سه‌شنبه ثبت شده است که طی دو ماه گذشته رقم پایین در چین شمرده می شود، اما در سایر کشورها قضایای ویروس کرونا بالا رفته است. در جهان حدود 900 هزار نفر با ویروس کرونا مبتلا شدند و 3100 نفر تا کنون جان باختند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا. خب در ایالات متحده انتخابات مقدماتی دموکرات ها امروز سه‌شنبه در 14 ایالت این کشور برگزار میشه. انتخابات امروز به سه‌شنبه بزرگ مشهور است به خاطر که قرار است 1/3 حصه آرا بر انتخابات نامزدی نهایی حزب دموکرات مشخص شود. همکارم سید سلیمان آشنا در برنامه با ماست با جزئیاتش. آقای آشنا سلام، چرا به سه‌شنبه بزرگ مشهور است و چی اهمیتی داره انتخابات امروز؟
خب یک دلیل عمده که روز بسیار بزرگ و یا بگویم که سه‌شنبه بزرگ در جنتری یا سالنامه انتخاباتی امریکا است به خاطر که در یک روز در 14 ایالت همزمان رایگیری میشه و رایگیری تنها از احزاب میباشن. مثلا اعضای احزاب و نمایندگان حزب که اونا میخواین یک تمرینی را بکنن که کاندید مورد نظرشان را پیدا بکنن و بدانن که در نوامبر که در آخر همی سال انتخابات عمومی در امریکا میشه به خاطر ریاست جمهوری امون نماینده که اینا خوش میکنن تشخیص بتن که بتانه با رقیب اساسیشان که فعلا البته در انتخابات امریکا رئیس جمهور ترامپ رقیب مخالفشان هستن بتانن با اونا رقابت کرده بتانن. هدف اصلی از روز به نام سه‌شنبه بزرگ یا سوپر تیوزده همیست. تشکر آقای آشنا از توضیحاتتان، وقتتان خوش. خب بخش دری هم در همین جا به پایان رسید و همکارم احمد شکیب دوست با بخش پشتو برنامه های امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا را ادامه میتن. شکیب جان سلام، وقتتان بخیر. مهمترین بحث‌ها و خبرهای امشب شما شامل چی میشه؟